سلام بینندگانی عزیز، شماره نوبتی نمایش گنجی بی بها منظوری شماست. هنوز سال 1907 از جانب طبیب آلمانی آلیاس آلزگیمر بیماری کشف شد که بعدتر با نام خود کشاف بیماری آلزگیمر مشهور شد. این چی بیماری است؟ چی پیامد و عاقبت ها دارد؟ نمایش امروزه به این موضوع بخشیده می شود. ما را همراه باشید. در اصل آلزگیمر رو میتوان همچون یک بیماری مغز سر نامید که بافته های مغز سر رو تدریجا نابود میکند. با اطلاع طبیبان در نتیجه این بیماری حجره های مینه میمیرند. بافته های مینه کم میشوند، رگ ها تنگ و بسته میشوند و مینه به خردشوی شروع میکند. بیاید عمیق ترش به سخن متخصصان گوش دهیم. آلزگیمر عادتاً در بین متخصصان همچون دیمینسیا یا که کمقلی آلزگیمر نام گرفته می شود. دیمینسیا. ولی در مورد دیمینسیا آلزگیمر در بین علما فکرهای مختلف هستند. فکرها هر خیل هستند. یک قطار علمان در چنین خلاصه هستند که آلزگیمر خود به خود یک بیماری علایده است که این آورده به کمقلی می رسوند. و دیمینسیا این نشانه یا که علائمی یا که سیمتومی کسلی های دیگر می باشند. بنابراین هر دو نظریه عقیده وجود داشتن را دارن و بحث هم در مورد این باید باشد، برای که بی بحث حقیقت به وجود نمی بیاد. بحث علمی، بحث سالم باعثی با وجود آمدن عقیده سالم می شود. برای همین آلزگیمر این دیمنسیا می شود. در بیمار فراموش خاطری پیدا می شود. فراموش خاطری پیدا می شود که و چیزهای پیشتر رو دریاد دارد، از زمان کودکی، از زمان نورسی، جوانی دریاد دارد و روزهایی که مقصد دیروز و سه چهار روز پیش همون کارا به خاطر آورده نمیتواند. این بیماری از روی استاتستیکا گیریم از سن 65 بالا پیدا می شود و چه خیلی معلم گفته گذاشتن. حاضر ما در تجربه کاری میبینیم که و آدمانی که 45 50 ساله 55 ساله به همین بیماری گرفتار شدند و سبب اساسی بیماری معین نشده است تا حالا. یک فایز علمان تحقیقات کرده برآمدند که بیماری از حساب در یک فایز از نسل به نسل میگذارد و دیگر علمان تحقیقات کرده برآمدند که بیماری از حساب فرمنت های خلیسترز که بین و حجره های مینه سر ایمپوس ها رو میگذرانند، از این حساب میتواند که وای شود خودش رو نشان دهد. بعضی علم ها در این خلاصه آمدند که بیماری از حساب ویرانشوی گردش خون در مینه سر پیدا میشود و از این سبب ما وای میکنیم، خلاصه میبریم که تا حال اتیالوگی همین بیماری معلوم نیست که از کدام سبب ها همین بیماری پیدا می شود. متخصصان برانند که هنگام گرفتاری به بیماری در دوام 10 سال مینه از 1.5 کیلوگرم تا 1.2 کیلوگرم می افتد، به عبارت دیگر 300 گرم تلف می شود. در این روند حجره های مینه یعنی نیرون ها کم می شود و مشکلات روانی به وجود می آید. اکنون می گذاریم به عامل های بیماری. چون قاعده بیماری با نشانه های خرد و چشم نارس آغاز می یابد، اما با مرور زمان انکشاف می یابد. بیماری معمولا در مرحله های ابتدایی یک اختلال خاطره کوتاه مدت است، به مانند قابلیت در خاطر نگاه داشتن نتوانستن معلومات به نزدیکی آموخته شده. باید از طبیبان دایر به عامل های سر زدن حادثه پرسان شویم. عامل های که برای پیدا شوی کسلی آلزگیمر است تا حالا از طرف عالمان درست آموخته نشده است، گرچند که آموزش این یک
پرابلمای مهمی سوسیالی است در همه دولت. بسیار مقداری این کسالی ها به از زیاد هستند. نو با ساعتی مثلا اجتماعی، نو با ساعت درجه دانش آدم ها به این گرفتار میشن. ولی سبب های همین آموخته ایستادن، ولی عنیق دقیق تا حالا معین نشده است که سبب همین چی است. از روی یخیل عقیده های آلیمان، نظره آلیمان چنین عقیده هست که گویا در معنی آدم سفیده های زرنا که پیدا میشن که آیسته آیسته سفیده های سالیم جاشون گرفته زیاد شده، آنها سفیده های یعنی کلیدکه ها همون بلکه های پریرو رو میگم به زبان روسی، همون سفیده ها همون نیست میشوند، خراب میشوند. عادتا بسیار این چیزا در قسمی لب نیدوله میگن، قسمی پیشانی در همون نیمکوره پیشانی بسیار تر این چیزا میشوند و مرکز های حجره هایی که برای خاطره جوابگو هستند در نزدی در گیپاکامپ حجره های خاطره در اونجا جا گرفته شدن و همین حجره های خاطره در اونجا ساختارشون ویران میشود یا که سترکتور اونا ویران میشود و آورده به همین کمقلی و فراموش خاطری و به کمقلی آورده میرسند. بعضی بیمارا میبینند شکایت میکنند که یک ده دوازده سال پیش ما لات خوردگی بودیم و کاستخانه ماینه سر لات خوردگی بود، یا که با یکم از بلندی افتیدیم، یا که با یکم بیماری و با یکم سبب های و جراحی و گذراندگی در کاستخانه ماینه سر گذراندگی، فشار بلندی آنها را چند مدت غم عذاب میداد، اذیت میکشیدند. در تجربه کاری میبینیم که بسیاری خویشاوندان بیمار میگویند که همین بیماری در بیبی، در بابایم بود، در بابا کلان همین کس دیده می شد، یا که اما که همین بیمار به همین بیماری گرفتار شده در نتیجه از دیمنسیا گذشته است. تا حال معلوم نیست که عامل های و سبب های پیدایش بیمار همین بیماری در چی است. اینجا باز هست که فرمنتی خلنیستراز گفتگی یک فرمنتی هست که در زبان روسی سینپتیسکی شل میگن، وقتی که بافته های عصب از یک جا به جای دیگر حرکت میکنن، ایمپولس ها رو روان میکنن، در همین جا جای یک جای از یک جدایی دارن، امو شل دارن که امو جا فریمنت خیلی نیستر از گذشتن همین ایمپولس ها رو به ترتیب میدارن. وقتی که همین فرمنت خلینیستراز ویران می شود، فعالیتش ویران می شود، گذشتن ایمپولس ها به ترتیب می شود. بنابراین در اینجا از یک قطار داروهای استفاده می برند، من گالانتامین همین خیلی داروهای استفاده می برند که همین فونکسی فرمنت خلینیستراز را به تنظیم دارد که گذراندن ایمپولس ها از یک قسم ماینه سر فرض کردیم به پریفریز که با نیروهای پریفری درست رفته رسن و عضوهای بدن ما درست عمل کنن یا که حرکت کنن. تغییرات در ماینه سر بیماری آلزایمر با 20 سال پیش از فرارسی فراموش خاطری رست می آید. فراموشی که در بیماری آلزایمر مشاهده می شود از فراموشی طبیعی فرق می کند. بیمار در اول زمان آخر را فراموش می کند و می تواند یک سوال را تکرار به تکرار دهد. تشخیص این بیماری چگونه صورت می گیرد؟ تشخیص بیماری به فکر من در تاجیکستان ما حاضر همین اومن آموزش کسلی آلزایمر وجود ندارد. در اینجا همین شرایط های برای آموختن همین بیماری یا که تحلیل کردن سبب های پیدا شدن همین بیماری نیست. معین میکنم از نشانه های اول همین کسل از فراموش خاطری، ویران شدن رفتار یادم، طرز لباس پوشی، فرض کردیم لباس پوشی آنها چودکاوات میگن روسوکو، با عرف عادت معیاری موافقت نمیکنن، نسبت اهل اویلت دغل میشن، بی‌پروا میشن،
نسبتی نبیره ها و مثلا فرزنده هایی که بسیار وارد دوست می داشته نسبتی و میر و محبتی خوب داشت نسبتی اونا بی پروا می شوند. ارینتاسشون در وقت و مکان نادرس می شود، محدود می شود. در آیله که کسلی از بگیمیر است، این کسلی فقط همین آدم نیست، همون کسلی همون آیله است. برای که زندگی حیات همین آیله تماما تغییر می آورد، ویران می شود. تشخیص این بیماری وقتی که بیمار را می بیارن خشواندان، ما اول از خشواندانی وی می پرسیم که همین بیماری در کدام سین و سال به همین بیماری گرفتار شد و در همین آنامنز حیاتی همون در سابقه بیماری همون بیمار یکان بار لطخوری کاسخانه ماینه سر بود نبود یا که فشار بلندی بود نبود یا که در اولاد یکان کس به همین بیماری گرفتار بود نبود. ما همین چیزا رو میپرسیم. بعد تحقیقات های کلینیکی هست اونجا، بعد MRT و KT EEG این چیزا رو میبینیم. بعد با بیمار صحبت میکنیم، با بیمار صحبت میکنیم به مثال بیمار چیزهایی که دیروز کرده است یا که پگاهی روزی خوراک خورده اش رو نمیدوند، چیزهایی که وای دوست میداشت و آنها رو نمیتواند تکرار کرده، حسی بدبینی و حسی وای نادرستی احساسات در همون بیمار دیده میشود. وقتی که بیمار در وقتی دیمنسیا میگن با پیش ما وای روان پزشکان در وقتی که در بیمار احساسات های روحی و روانی ناجوری ها پیدا می شود در همین حالت بعد مراجعه می کنند. تا وقتی در بیمار این حالت ها نیست، این بیماران را دکتران عصب شناس تابعیت می کنند. آلزایمر یک بیماری مرگوار است که تا حال تبابتش امکان پذیر است، زیرا علت این بیماری پورا فهمیده نشده است. چقدر که انسان بزرگ سال شود، همونقدر خطری بیشتر است، اما این بیماری رو نتیجه طبیعی پیری گفتن ممکن نیست. از این رو نه هر یک پیران سال به این بیماری گرفتار می شود. هر یک پیر به این چی گرفتار شده نمیتوند، چون که آدمان پیری هستند که تا درجه پیری حالا 90 سالگی ذهنشون را نگاه می‌دارن، فهمشون را نگاه می‌دارن، می‌خونن، درست ملاحظه می‌رانن، جمله بندی بسیار روان خوب دارن. نه همه خیلی می‌شد، لیکن وقتهای آخر من مقدار کسلی های آلزایمر خیلی زیاد شده است. حتی مقدار کسلی هایی که جوان در سن سالی جوانتر نسبت پیران سالی به این کسلی گرفتار میشن، این هم دیده میشن. خصوصا در تجربه عملی من، در تجربه کاری من، من چند کسی دیدم که سن سالی 50 سال حتی 45 50 سال تا 60 سال را علکی به همین کسلی گرفتار شدند. مسئله دیگر ارثی بودن بیماری است، یعنی این بیماری به نسل‌های بعدی می‌گذشته باشد. متخصصان چی می‌گویند؟ این چیز اثبات شدگی نیست، اثبات خودش تال نیافته است. به فکرم که درباره در ادبیات چنین اشاره ها نسبت آن که این بیماری ارثی است نیست. مسلم است که اکثر وقت کلانسالان دوچاری چونین بیماری میگردند. آیا هستند دارو یا تبابت هایی که برای پیشگیری خروج این بیماری مساعدت کنند؟ برای به تنظیم در آوردن فرمنت خلین سیرازه، گذاشتن مثلا ایمپولس ها از ماینه سر و دیگر قشرهای ماینه سر و با نیروهای پریفری اینجا این پولس ها را گذراندن، من اون فرمنت خلینسترال رول اساسی را بازی میکرد. وقتی که فعالیت همین فرمن ویران میشد، در اینجا دارو هستن، گالانتامین و من همین دارو از همین قبیل همین ها نیرمیدین همین ها را استفاده میبرن. خیلی دارو های هستن، ویتامین های گروه B، دارو های هستن که میسوم تروفیک های ماینه های سر درست میکنن، از قبیلی میسوم اکتاویگین، سیتاکالین، کارتکسین، سیریبرالیزین و من همین ها. لیکن این تبابت پره هیچ وقت شده نمیتواند. مثلا یک
محدود کردن یا که پیش بیماری را پیش رش کمتر گرفتن به درجه وزنین آوردن نرساندن اگر آدم از اول واقف شود از کسلیش و مراجعت کند او را تبابت کند به درجه وزنین ممکن نرسد نیکی تماما از این کسلی خلاص نمی شود. چی طور ما خود رو از آلزایمر محافظت کنیم؟ طبق پژوهش‌ها مهمترین عاملی که از بیماری آلزایمر محافظت میکند معلومات کافی داشتن و رعایت طرز سالمی حیات است. چقدر که سطح معلومات بلند باشد گرفتاری به این بیماری همون قدر کمتر میشود. راه‌های دیگر نیز وجود دارند. آدمانی که از نقطه نظر اینتلکتوالی خیلی درجه بلند هستند همونا هم به این کسلا گرفتار میشن. در مرحله اول اگر همین داروهایی که من حاضر نمبر کردم همینا را اگر آدم استفاده برد ممکن خیلی پیشگیری کرده شود که به درجه وزنین همین کسل گرفتار نشود. لیکن تماما پیش روی این را گرفتم به فکرم از امکان بیرم. ما باید از ویتامین های گروه B هر یک 6 ماه پس استفاده کنیم. و باید ما غیزانوکی خوراک خود را درست کنیم. باید ما به هوای تازه و ورزشی بدن مشغول شویم تا که به این بیماری گرفتار نشویم. بسیارتر پیشگیری این بیماری خواندن کتاب ها. خواندن کتاب ها. نوشتن یک مقاله و پوبلیسیستیکی فرق ندارد چی گونه مقاله ها. و بعد بسیارتر به همین وای وابستگی دارد. به همین آرامیش و گشت و گذار کردن و کتاب خواندن و از همین گروهی ویتامین های گروهی B استفاده بردن. از روی معلومات متخصصان هنوز هم در جهان دایر به این بیماری سبب، عامل، گرفتاری، عاقبت و نتیجه های آن تحقیقات ها دوام دارند. امید است که در آینده باز نتیجه های علمی خوشبین کننده در این سمت به میان می آید. اینجا به قدر امکان چند معلومات را برایتان پیشنهاد کردیم. باقی تا دیدار آینده در برنامه گنج بی‌بها. با امید حفظ گنج بی‌بهای شما همیشه سالم و بردم باشید. تا بزدید.